دکتر مصطفی الانی از مرکز پژوهش‌های خلیج فارس در مصاحبه با تلویزیون العربیه گفت که منافع روسیه ایجاب می‌کنه پاسداران از سوریه خارج بشند. روسیه عملون تنفیذا لطلبات امریکیه جاءت هذه النقاط في الاستراتيجيه الامريكيه الجديده. دکتر مصطفی الانی: روسیه برای اجرای خواستهای آمریکا کار می‌کند که در استراتژی جدی آمریکا آمده است. رژیم اسد به این موضوع بسیار جدی نگاه می‌کند. او در جهت سیاست روسیه کار می‌کند. به چند دلیل: اول قیمت باقی ماندنش در قدرت است که آمریکا و روسیه و اسرائیل آن را به رسمیت بشناسند. علامت‌های هم از سوی اسرائیل در هفته گذشته مبنی بر عدم تمایل به از بین بردن رژیم سوریه با وجود جنایت‌هایی که کرده است وجود داشت. اگر این کار قیمت باقی ماندن رژیم اسد در قدرت باشد، از شبه نظامیان رژیم ایران دست می کشد. دومی که هزینه حملات نظامی اسرائیل به پادگان‌های رژیم سوریه که با شبه نظامیان مشترک است، بالاست. زیرا اسرائیل شبه نظامیان را هدف قرار می دهد. عناصر رژیم اسد را نیز هدف قرار می دهد. النظام سيقبل بإبعاد كل الميليشيات، لكن إيران هل ستقبل أيضا؟ إيران هناك لها مصلحة في هذا. إيران تعتقد أنه أي نظام يأتي بديل لنظام الأسد سيكون معادي بطريقة كبيرة. آیا رژیم ایران خارج شدن شبه نظامیان و پاسداران را میپذیرد؟ هر رژیمی به غیر از رژیم اسد در سوریه حاکم شود، به طور بسیار گسترده‌ای با رژیم ایران دشمن خواهد بود. هر نظامی در سوریه به جز اسد حاکم باشد، بر موقعیت رژیم ایران در رابطه با حزب الله لبنان تأثیر خواهد گذاشت. روی موقعیت رژیم ایران در عراق هم تأثیر خواهد پذیرفت. در نهایت امپراتوری رژیم ایران آسیب خواهد دید و در نتیجه رژیم ایران در ازای باقی ماندن رژیم اسد در قدرت قربانی خواهد شد. دکتر مصطفی الانی در مورد حضور نیروهای آمریکایی در سوریه هم گفت: نیروهای آمریکایی در سایه جنگ در سوریه وارد این کشور نشدند، بلکه در چارچوب مبارزه با تروریسم وارد این کشور شدند. این حضور هم در ادامه جنگ علیه تروریسم در عراق است. نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه تحت یک فرماندهی هستند. مأموریت پایه‌ای آنها جنگ با داعش و القاعده است و فکر نمی‌کنم که فشار بر آمریکا برای عقب نشینی از سوریه وجود داشته باشد و عقب نشینی هم نخواهد کرد. العربیه: اختلاف روسیه و رژیم ایران که هر دو حامی بشار اسد هستند واقعی است. یک نوع تصفیه حساب برای باقی ماندن رژیم اسد در قدرت هست. دکتر مصطفی الانی: سوریا لا، روسیا لا تود وجود منافس لها في سوريا. روسیه نمیخواهد در سوریه رقیبی داشته باشد. روسیه میخواهد که بر زمین و تصمیم گیری سیاسی در سوریه تسلط داشته باشد. رژیم اسد بین خواستهای رژیم ایران و روسیه گیر کرده است. منافع روسیه بدون شک بیرون کردن پاسداران رژیم ایران به طور کامل از سوریه است و قطع نفوذ رژیم ایران بر رژیم اسد است تا روسها بتوانند بر تصمیم گیری سیاسی در سوریه مسلط باشند.